برای اولین بار پس از سرنگونی صدام یک مسابقه بین المللی ورزشی در عراق برگزار شد. مسابقه جهانی دوی استقامت در شهر بغداد پایتخت این کشور در امنیت و آرامش کامل و با مشارکت ورزشکاران 24 کشور خارجی برگزار شد. عبدالحسین ابتان وزیر جوانان و ورزش عراق از مسابقه با این حجم گسترده به عنوان یک پیروزی برای ورزش عراق و یک رویداد بزرگ و مهم در وقت مناسب یاد کرد. ابتان تاکید کرد این رویداد ثابت کرد که بغداد از امنیت و صلح آرامش برخوردار است و به طور رسمی و با اقتدار می تواند میزبان مسابقات بین المللی باشد. زوکانارا رئیس هیئت جمهوری مغالستان نیز گفت بغداد برخلاف آنچه که برخی تصور می کنند، از امنیت برخوردار است و این مسابقه همه کشورهای خارجی شرکت کننده را تشویق کرد تا بدون هیچ شک و تردی در سایر مسابقات آینده در بغداد و به طور کلی در عراق شرکت کنند. علی حسین رئیس فدراسیون بازی های غرب آسیا و کارشناس بین المللی نیز با استقبال از این رویداد ورزشی از حسن پذیرایی و سازماندهی مقامات زیراب در کشور عراق تشکر و قدردانی کرد.